شدی جان؟ چطوری خوبی؟ خیلی قربونه. چی بگم؟ خوب که؟ خوب که هیچ کس خوب نیست. فکر نمی‌کنم. ولی خب این روزا خوب باشه. دیگه تو البته میگم با چون میخندی موقعی مونولوگ هم تو هم باقی برای بچه ها و فیلم بردارو و میکاپ آرتیست و بچه های بند و اینا خیلی ها ممکنه بگن آقا چرا میخندی؟ برای مبارزه با دیکتاتوری بیاین دیکتاتور نباشیم، بیاین بذاریم هر کس هر جوری که هست باشه، چون میدونیم که ته دل همه اینایی که توی استودیو هستن، همه ماها، همه ایرانی ها، هر جای دنیا میتپه برای هموطنانمون داخل کشور، اونایی که کف خیابونا دارن با ظلم و جور و جنایت مبارزه میکنن. 100%. حالا جدا از این قضیه، این صحبت های پرپکان و داره دستش با اون همتای چینیش هم که نبود، معاون نخست وزیر بود، خیلی سر و صدا کرده. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه وقتی خبر حالا مثلا اصلا حالا ناخرسندی رو اعلام کرده بودن، نه شدید و لحن بود، نه محکوم کردن بود، نه تو دهنی زدن، با جاهای دیگه دیدی که چجوری میگن. با اینا گفتن خیلی... ناخرسندیم. بعد نکته جالب اینجاست که رئیس جمهور که صحبت کرده بود با طرف، هیچ جا هیچ وبسایتی، حتی خود وبسایت ریاست جمهوری هم ویدیوی صحبت‌های پرپکان با طرف چینی رو نذاشته. ویدیو هست ولی لاین صداشو، چون لاین داره دیگه، لاین های صداست، لاین مثلا صدای دست زدن، لاین صدا رو حذف کردن. شاید خیلی ناخرسند بوده، نخواسته همه. آره دیگه احتمالاً یه چیزی گفته که اینا گفتن بذار اینو حذفش کنیم، به ریسکش میارزه اینو حذف کنیم بنویسیم هر چی دلمون میخواد. اصلا کلا ببینید، اصلا ویدیو رو ببینید، هیچی نیست. این دوربین هست دیگه، دوربین خبرنگار. آره انگار دارم برف پارو میکنم، ولی دوربین خبرنگار هست که اون پشت نشستن. صدای اینا هست، صدای اونا هیچ کدوم نیست. اصلا کلا تا آخر ویدیو هیچ صحبتی میگم دیگه، معلوم نیست چی گفته، چی بلغور کرده، چی آنگوزمان کرده که کلا گفتن حذفش کنید. لبخونی هم نتونستی بکنی، ولی ما پیدا کردیم، ما صدای اصلی رو پیدا کردیم. ببینیم ای مگس، ای چیز باشه، ای من به فدای اون قد و بالای شما، ای من به فدای اون چشم تنگ شما. شما میری توی جلسه یه چیزی میگی، هزار تا مشکل واسه ما ایجاد میکنی، ما که حرفی به شما نمیزنیم که ای قدم تخم شما روی چشم ما، چیز ببخشید قدم شما روی تخم چشم ما، هر جا هر چی میخواییم بگیم بگیم، فقط علنیش نکنیم عزیزان دل. ای من به قربون این هفت نفر برم، هفت نفرن، شش نفر، شش نفرن، بله. نهار خوردین شما عزیزان؟ خورد تعارف نکنید. ببین یعنی تازه فکر کنم باز من ملایم‌تر از اون چیزایی که اونجا احتمالاً ارائه کردن، آره اون چیزایی که رد و بدل شده و اونا، اونجا دیگه همه نوع مالشی بوده برای اینکه مشکلی پیش نیاد. متخصصان این نوع مالش هم بچه های چیز میزن.